اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مسلمان محترم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع درس امروز ما و شما موضوع دو موضوع داغ است که یکی موضوع نوروز و رفتن به مزار شریف است. بیا که بریم با مزار ملا محمد جان و گریه کنیم زار زار، درباره از این بحث میکنیم. و بسیاری از دوستای ما که سفر میکنن در این روزا بخیر میرن اینجا، ما برشان مثل که پیشتر آبی صاحب گفتن چی بگویم. و ما تقریبا در این طول یک ماه سر از این دو موضوع زیادتر تحقیق کردیم، کتاب های علما را پیدا کردیم، نظریات مختلف علما را خدمتتان میگم. با احترامی که ما به برادران اهل تشیع داریم، هموطنای ما هستن، ما با کلگی احترام داریم، هیچ کس را چیز نمیگیم و نظر ما درباره که هیچ کس منفی نیست، ولی ما من حیث مسئولین در مقابل اهل سنت و جماعت که شما اینجا تشریف آوردین و بسیاری از دوستای ما از طریق سیدی ها در ولایات و در دیگر کشورها صدای ما را میشنون و همیشه از پیش ما سوال میکنن، تحقیقات خود ای باره میکنیم و براتان چیزایی که واقعیت است و حقیقت است، چیزی که مطابق قرآن و سنت است میگیم. اگر کس قناعت داشت خوشش آمد گپای ما، خانهش آباد. کس که خوشش نامد خیر از گپای ما را نگیره، چون گپای ما گپ اجبار نیست، فقط اگر کس خواسته باشه که استفاده بکنه استفاده بکنه، و کس رد میکنه و خوش نداره و یه چیز داره خیر است. منتها ما میگیم چیزی که فهمیدیم، اگر کدام گپ ما اشتباه بود یا غلط شده بود شما لطفا ما را راهنمایی بکنین و مطابق قرآن و سنت وظیفه شما هم است که ما اگر کدام سخن غلط میزنیم بر ما راهنمایی بکنین تا که ما هم اگر گمراه شده باشیم هدایت شویم. چون ما و شما همیشه در پنج وقت نماز خود میگیم اهدنا الصراط المستقیم، پروردگار ما را برای راست هدایت کن. و کسی برای راست هدایت میشه که علاقمند به شنیدن حق و علاقمند به هدایت باشه. دوستان عزیز، در زبان عربی محافل، برنامه ها و خوشی هایی که صورت میگیره او را عید میگن. ما در زبان عربی عیدهای مختلف داریم و عرب ها او را استعمال میکنن. خب عید در لغت چی را میگن؟ میگن که عید در لغت برگشت یا بازگشت زمان است یا مکان. چی مانا برگشت؟ برگشت زمانی و برگشت مکانی، مثلا یک روز است یا یک ماه است یا یک وقت است. سال گذشته همی قسم بود، امسال باز برگشتم و وقت آمد، این عید میگن چون عودت کرد پس آمد. و یا یک مکانی را چه قسم؟ که در اون مردم میاین از جاهای دور پیش ازی میاین و همیشه ای آمدن مردم در اینجا تکرار میشه. بناهن خود عید از دیدگاه لغت و از دیدگاه شریعت اسلامی یا زمانی می باشه و یا مکانی می باشه. مثال مکانیش چی هست؟ حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم در حدیث شریفی که این حدیث شریفه روایت شده، امام ابو داود در کتاب خود روایت کرده، حدیث 2024، حدیث نمبر 2024 است که ابو داود روایت کرده از پیغمبر صلی الله علیه و سلم که گفته لا تجعلوا قبری عیدن،
پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته که لا تجعلوا قبر عیدن، قبر مرا عیدگاه مسازن، که شما در قبر ما بین و مثل که انسان دایید لباس های پاک می پوشه، محفل می گیره، خوشی می کنه، چای می خوره، غذا می خوره. پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته که لا تجعلوا قبر عیدن، ایره عیدگاه مکانی قبر مرا نسازن. همچنان در زمان ها استعمال میشه. پیغمبر صلی الله علیه و آله از یک تعداد مردم سوال کرد، میخواستن که یک کسی در یک منطقه میخواست یک کاری را بکنن، نظری داشته باشه در منطقه. پیغمبر صلی الله علیه و آله پرسان کرد که هل کان فیها عید من اعیادهم، آیا در یه جایی که تو اونجا میخوای که گوسفند را ذبح بکنی، آیا در این جایی کدام عید از عیدهای عصر جاهلیت بود که اونا در اینجا خوشی بکنن؟ یا مثلا دمی جای کدام بتشان بود؟ کدام قدسیت داشت؟ بناهن ای هست که خلاصهش که عید هم عرب ها در مکان استعمال میکنن و هم در زمان و وقت. بناهن عید مکانی داریم و عید زمانی داریم. پسانتر زیادتر تفصیل خواد دادم. فلسفه عیدها چیست؟ خب به خاطر از اینکه موضوع را اخترونه، به پارسی که مرتع عید وی، به عربی که مرتع عید وی، یا زمان پوری تعلق نیستی یا مکان تعلق نیستی. زمان مثلا کم ورز یا کم شپه، کم میاشت، کم کال، مخصوص دیتا زمانی اختر و الیسو، او مکانی اختر داشت مثلا کم منطقه که کم زایی چه مخصوصی ده اید ده پاره. او پیغمبر صلی الله علیه و آله چه ده ما قبر ایدگاه مگرزوی، یعنی حق کارون چه تاسو پا اختر که کوی اقد ما قبر سرمه کوی. خب فلسفه ایدها چیست؟ چرا اید میگیرن؟ اصلا عید گرفتن یا جشن گرفتن در هر جای به عقیده تعلق داره. روزایی که رخصتی میشه در بسیاری از کشورها، او ارتباط به عقیدهش داره. مثلا در زبان انگلیسی روز رخصتی را هالیدی میگن و هولی بوک کتاب مقدس، بعضی ها میگه هولی قرآن یعنی قرآن مقدس. دی روزه میگن، هولی دی یعنی هولی مقدس و دی روز یعنی روز مقدس. بنان رخصتی های از اینا رو چرا هولی دی میگن؟ از نگاه زبانی کسایی که انگلیسی خوبتر میفهمن نسبت ما اونا زیادتر معلوم ما دارن، بنان هولی دی روز مقدس است که ما و شما را بسیاری کسا ترجمه میکنن روز رخصتی. معنای دقیقش روز رخصتی نیست، معنای دقیقش روز مقدس است. و اینمی روز مقدس خدا چون بر از اونا قدسیت دارن. شما در هر کشور میبینین چرا فلانی روز رخصت گرفتی؟ مسیحی ها روز کریسمس هالیدی میگن، رخصتی میکنن، روز عیدشان است. چرا؟ به خاطر از اونا به یقیده هستن که در اینمی روز عیسی مسیح تولد شده، روز میلاد عیسی مسیح تجلیل میکنن، روز مقدس است پیششان. دو روز یک توته نان به همراه یک گلاس واین شراب نوش جان میکنن، باز او را که خوردن باز میگن که این توته نان که است این گوشت مسیح است. You have to believe، میگه شما باید باور کنین. برش بگی خود شراب است، میگه نه نه نه، من ملا که گفتم شراب، من کشیش هستم، من پاپ هستم دیگه. وقتی که من گفتم که اینمی شراب خون است، تو بگو خون است. گفتم اینمی نان، عقلم don't use your mind، عقلتا استعمال نکن. بنان این روز روز مقدس است پیش از اونا. خب اون دوها هم روزهای مقدسی دارن. اگر پرسان شما کنیم فلانی روزه چرا رخصتی میکنین؟ پیشان روز مقدس است. چرا یهودی ها روز شنبه رخصتی میگیرن؟ به خاطر از اینکه روز شنبه پیش یهود یوم السبت روز مقدس است.
به این خاطر اونا رخصتی میگیرن. روز یک شنبه پیش مسیحی ها مقدس است. روز یک شنبه پیش مسیحی ها مقدس است. بنا اونا روز یک شنبه رخصتی میگیرن. چرا؟ به خاطر که روز مقدس است، در این روز به کلیسا میرن. روز جمعه ما مسلمان ها رخصتی میگیریم. چرا؟ به خاطر که روز جمعه پیش ما مسلمان ها روز مقدس است، نسبت به دیگر روزا فرق داره. عید قربان رخصتی میگیریم. چرا؟ به خاطر که روز عید قربان بر ما روزی است که مطابق اسلام قدسیت خاص خدا داره، نماز خاص خدا داره، عبادت خاص خدا داره. در عید قربان قربانی میکنیم، قربانی خاص خدا داره. در عید رمضان رخصتی میگیریم به خاطر از اینکه رمضان روز خاصی داره. بناً رخصتی ها، عید ها، خوشی هایی که میشه، روزهای مخصوص میباشن یا هفته مخصوص میباشن، اینا کلشان کدامش از خود قدسیت خاص خدا داره. عید زمانی مشروع داریم و عید زمانی نامشروع داریم از دیدگاه شریعت اسلامی. عید مکانی مشروع داریم و عید مکانی نامشروع داریم. اینال یک بخش درس خودم انشاءالله عید زمانی مشروع، مکانی مشروع اینجا تشریح میکنم و عیدهای زمانی که مشروع یا غیر مشروع در نماز جمعه در خیرخانه دعوت است او درس در اونجا باز خواهد گفتم، چرا که از حوصله شما نخواهد بود که مردی درس کلش اینجا بدم. خب عیدهای مکانی مشروع، ما وقتی که میخواییم در یک مکان بریم، یک مکان مقدس قرار بدیم، یک مکان بگوییم خوب است، یک کار باید بکنیم، ما از خود قرآن داریم. وقتی که مؤمن بهی ما قرآن است، وقتی که ما به ایمان داریم که رسول الله صلی الله علیه و سلم پیغمبر ماست، بناً ما مکلفیت داریم وقتی که کلمه خواندیم که لا اله الا الله محمد رسول الله، به خداوند متعال تعهد کردیم که پروردگارا به وحدانیت تو زندگی خود آراسته می سازم، 24 ساعت کوشش میکنم موحد باشم. لا اله، همه معبودان، همه قوانین، همه معبودان باطله نفی میکنم بغیر از الله جل جلاله. به کدام طریق میتونم به الله برسم؟ وحدانیت خداونده به کدام طریق میتونم که حاصل بکنم؟ محمد رسول الله، پیغمبر هم برای ما یاد داده، قرآن برای ما یاد داده، علما و امامای دین ما برای ما یاد داده که محمد رسول الله بگوین، یعنی لا اله الا الله هدف دین شد. به این هدف از کدام طریق برم؟ از طریق خودم؟ نه. از طریق پدرم؟ نه. از طریق پدر کلانم؟ نه. از طریق قومم؟ نه. از کدام طریق برم؟ خدای عزوجل میگه که محمد رسول الله. محمد کی است؟ رسول خداوند. بناً اگر میخوایی به الله برسی، رضایت الله کسب کنی، نمیشه مگر ای که از طریق روش و طریق رسول اکرم صلی الله علیه وسلم استفاده بکنی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زندگی خود دین تطبیق کرد، قرآن آورد و خدای عزوجل گفت که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز تکمیل کردم دین خدا برای شما. بناً دین کامل شده. Religion, Islamic religion is completed. خلاص تمام شد. دیگه جای نداره که ما در او گپ دیگه را داخل کنیم. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت ترکتو فیکم امرینی، دو چیز برای شما ترک کردم، لن تدلو ما تمسکتم بهما، که شما گمراه نمیشین تا روز قیامت. از زمانی که پیغمبر هم ترک کرده تا روز قیامت فرمول پیغمبر هم بر ما میده، ما نمیخواییم گمراه شویم. پیغمبر هم گفت بله، اگر میخوایی گمراه نشی، ترک تو فیکم، دو چیز برای شما ترک کردم که تا وقتی که به این دو چیز تمسک بکنین، این دو چیز چنگ پرتین، از این دو چیز استفاده بکنین، شما گمراه نمیشین.
چی هست ای پیغمبر خدا؟ پیغمبر خدا که به او ایمان داریم، مؤمن بهی ما هست و ایمان داریم که رسول خداست و ایمان داریم که از دل خود گپ نمیزد. و ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، گفت کتاب الله و سنتی، کتاب خدا که قرآن عظیم شان است و سنت صحیحه پیغمبر صلی الله علیه و سلم. سنت صحیحه یعنی چی؟ یعنی حدیثی که یک عالم متخصص حدیث بگه که بله ما تحقیق کردیم امی حدیث درست است. هزارها، ده هزار، شاید بلک ها حدیث گپ های ساختگی باشه که مردم بگوین که ایره پیغمبر گفت. شاید در دواخانه 20 قسم دوای ساختگی و دروغ باشه. شما میرین پیش دکتر متخصص که دکتر صاحب اینی دوا درست است، برات میگه این دوا تاریخش چیر شده، این دوا اکسپایر شده، این دوا تاثیر نداره، این دوا را دروغ ساختن، این دوا را کدام شرکتی که صلاحیت دواسازی نداره ساخته. بنان شما به گپ دکتر متخصص کرده هر دوا را نمیخورین، اگر خوردین هلاک میشین. از دیدگاه شریعت اسلامی عین گپ است. گپ های زیاد است، هر کسی که خیست گپ میزنه. چرا گپ میزنی؟ والا پدر کلان، پدر کلان ما اینی گپ گفت. چی کاره بود پدر کلان؟ از او میگه پدر کلان ما یک روز هم در مدرسه نرفته بود، در درس نخوانده بود. از کجا کردی؟ والا از برای ما از نکه و نبیریم اینمی ارث رسیده. خب میراث پدرها، با میراث پدرها خود چیز کار نمیشه. پس سنت صحیحه ای که او را علمای حدیث تایید بکنه. بناهن هر مسلمان از خدا بترسه وقتی که حدیث از پیغمبر روایت میکنه، حداقل پیش یک عالم بره. من استاد شرعیات هستم، قسم به خدای عز و جل است که در حدیث مشکل داشته باشم، دکتر صاحب عبدالباری که در مسجد چی هستم؟ مسجد حاجی یعقوب است. دکتر صاحب این دو حدیث هم دارم، لطفا در مورد صحتش گپ بزن. برم میگه برادر حدیث اولیت حدیث صحیح است، حدیث دومی حدیث نیست، قول فلانی صحابی است، سومیش گپ موضوع است. یوم البتر، یوم البتر چی است؟ دتا کاششتن که بیادر یوم البتر گفته پیغمبر. خدا خوارت کنه، پیغمبر کی گفته یوم البتر؟ یوم روز، بعدش انگلیسی و ترش هم فارسی. ایده کنم کم است قاری صاحب، خلق الانسان هم این تفاوت در کجای قرآن گفته که خلق الانسان هم؟ از خدا بترس. پس تو چرا من کذب علی متعمدن؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم بر ما میگه که او مردم، حق نداری که تو ولو که استاد باشی، ولو که لونگی ملایی بسته کردی، حق نداری که از دل خود گپ بزنی. من کذب علی متعمدن، کسی که قصدن، تعمد چیست؟ قصدی است که تو یک گپ به پیغمبر نسبت میتی تحقیق نمیکنی. از دل خود گفته میری ولو یه حدیث از پیغمبر، این تو گفته پیغمبر گفت که بیام اسم دفلانی جایی تبله بزن دول به العیاذ بالله. من کذب علی متعمدن فلیتبوأ مقعده من النار، آماده بسازم مقعد خدا، جایگاه خدا از دوزخ. از این خاطر انسان حق نداره که حدیثی که پیشش صحیح نیست او رو تبلیغ بکنه. و وقتی که حدیث، علما کار کردن، دین ما و شما بسیار احادیث پیغمبر قلبیل شدن، علمایی بودن که ذره و ذره میگشتن. امام بخاری رحمت الله علیه دو ماه خبر میشد که او نه در فلانی منطقه یک حدیث پیغمبر یک کس روایت میکنه، خودش قصه میکنه که سر اسبم سوار شدم، دو ماه سفر کردم، رفتم معلمه پیدا کردم، تو حدیث پیغمبر داری؟ گفت دارم. وضو کردم، آمدم دو رکعت نماز نفل خواندم که پروردگارا اگر حدیثی صحیح است خدای مرا توفیق بده که من میره. بالاخره پرسان میکرد این نفر چطور است بیادر؟ دروغگوی نیست؟ دید که یک نفر مثلا در آن نان میخوره. نه من حدیث تا نمیگیرم. چرا؟ تو بی شخصیت شدی. از بی شخصیت ما حدیث نمیگیریم. چطور تو دیگه کلی که دیگه بزرگیت در راه رفته ساجق میجوی؟ نه. بسو که خوارم المروعه حدیث از اون را نمیگیرم. دیگه کس میامد میرفته چیست؟ رفتم دو ماه سفر کرد، یک نفر در دستش اسبش فرار کرده. امام بخاری وضو کرد، نماز خواند، میخواد حدیث شه بگیره. سهل درست اون مردکه اسبش گریخته باش، اسب خلش دستش چیده است، آمد از قضی اسب گرفت، چیزی نیست. امام بخاری گفت خب با من خدا سه حدیث نمیگفت. نه تو که کتا ایوان دروغ گفتی.
که حیوان غلطی کردی من حدیث تنه میگیرم. کتاب من با او گپ تو که جاست میشه که سر پیغمبرم دروغ بگی. علمای اسلام زامت کشیدن، احادیث است از برای خدا. ما او تو همه قدر نمیگیم که حداقل از خدا زامت بتیم. بیا نمیگیم جوانایی که میجا روزه جمعه میان درس بخاری شریف آب سر پیش میبره، بیا اشتراک کو درس تفسیر است اشتراک کو، باز درباره دین گپ بزن. از این خاطر این بسیار گپ خطرناک است که کسی از دل خود گپ بزنه. فلیتبوا پیغمبر سمه کسی سرمت تهمت کنه، خواهی تهمتش به خاطر دوستی باشه، خواه به خاطر دعوت باشه، خواه به خاطر دشمنی باشه، خواه به خاطر یکی مد فلانی گروه پس می حدیث نسبت میدم، فلیتبوا مقعده من النار، پس آماده بسازه جایگاه خود در آتش دوزخ که تو سر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تهمت میبندی که حدیث نیست، تو میگی حدیث است. و در روز قیامت پیغمبر سلام از یقنت واکه میگیره که کی میگه با گفته بودم، چرا کل مردم گمراه کردی؟ ما گفته بودم اینو در کدام کتاب ما بود؟ در صحیح بخاری بود، صحیح مسلم بود، این کتابای حدیث است. کدامش رو باز کردی؟ حداقل فصلاش رو باز که بگو اینا برادر این حدیث است. یک نفر از میخوان کتاب هیچ حدیث نیست. از کجا آوردی است فلان؟ او برادر جان از این خاطر انسان باید این قسمت بسیار احتیاط بکنه. خب این حال ما ایده‌های مکانی داریم. بله کی برای ما این مکانها را تخصیص میتن؟ من؟ نه، ما علمای حق نداریم. هر عالمی که مخالف قرآن و سنت بگویه گپ از او را قبول نکنین و بگوین دجال است. اگه ما باشم، ما فقط وظیفه ما این است که برای مردم از قرآن و سنت گپ بزنیم. هر گاهی که دیدی کدام گپ من مخالف قرآن است، کدام گپ من مخالف حدیث پیغمبر است، استاد که بگو ساده اینی گپ تو که گفتی این ضد قرآن است، ضدش است، غلطی کرده بوده، پس توبه میکنم، غلط کردیم، اشتباه کردیم. اما گپای هر کسی که هر کس گفت کس حق ندارد. بنان ایدهای مکانی را کی برای ما تعیین میکنه؟ خدا تعیین میکنه. کی تعیین میکنه؟ پیغمبر خدا بر ما تبلیغ میکنه. بناهن حتی پیغمبر نمیتونه که یک مکان تغییر بده. پیغمبر صلی الله علیه و سلم طرف قدس شریف نماز میخوان. وقتی که برش آمد که فولی وجهک شطر المسجد الحرام، روی تدار بودی به طرف مسجد الحرام، در بین نماز پیغمبر خدا چی کرد؟ روی خود تدار داد به طرف کعبه شریف. بنان اتا پیغمبر صلاحیت زیر نداشت که نیمه یک دور کات دیگرم طرف در داخل نماز فورا مسجد ذوالقبلتین. چرا میگن دو تا قبله داشت؟ که فورا پیغمبر هم قبله خود تغییر داد. بناان مکان مقدسی که بر مسلمان مقدس است، مقدس شده نمیتونه تا که در قرآن و در سنت نباشه. این حال مثلا ما ایدگاه های جاهایی که در او اید میگیریم، جمع میشیم، اجتماع میکنیم، با هم میشینیم، از یکی دیگه خود پرسان میکنیم، بله این خدا و رسول خدا برای ما بیان کرده. چی است؟ مساجد است که پنج وقت در نماز جماعت اونجا اجتماع میکنیم. پیغمبر خدا تعیین کرده. تو که بسیار مسلمان هستی، پیغمبر خدا را خوش داری، پیغمبر خدا حتی که مریض هم بود در مسجد میرفت. پس تو چرا در مسجد نمیری؟ ایدگاهت مسجد بساز، برو در مسجد نماز صبح تا در جماعت بخوان، نماز چاش تا نماز جماعت بخوان، نماز دیگر تا شام تا خفتن تا پنج وقت قلبت معلق با مساجد بساز که خداوند یک چوکی زیر سایه عرش در روز قیامت نصیبت بکنه. اگر تو میخوای که مطابق قرآن زندگی بکنی، نمازهای پنجگانه در مساجد است. نماز جمعه بزرگترین روز عید است برای مسلمان ها. مسلمان ها میرن در در مسجد بزرگ شهر، کلشان جمع میشن، هفته یک مرتبه اونجا نماز خدا میخونن. بله این مسجد ها، این نماز عیده، این نماز جمعه را کی تعیین کرده؟ نماز عید قربان، نماز عید رمضان، یایست ایدگاه در کجا بخوانیم، چه قسم مسلمان ها با هم جمع شوه، کدام روز کالای پاک ببوشن، اید مبارکی بکن. کی تعیین کرده؟ قرآن و سنت. مسلمان حقیقی مطابق قرآن و سنت کرده. بناهن نمازهای پنجوانه در مسجد، نماز جمعه در مسجدهای بزرگ شهر، نماز اید در ایدگاه ها، حج، منا، عرفات، مزدلفه و غیره، یا چی هستن؟ مکانهای مقدسی هستن که مسلمان ها اونجا اجتماع میکنن، گرد همایی میکنن، اونجا میرن از حالت یکی دیگه خود خبر میشن. اینی چیزیست که خدای عزوجل برای ما تعیین کردن. این هست ایدگاه های مکانی مشروع که برازی اگر سفر بکنی، اگر بر رفتن به بیت الله شریف
رفتن به مسجد، در مسجد نبوی صلی الله علیه و سلم نماز خواندن، بیت المقدس اونجا برم نماز بخوانم در صورتی که خداوند خلاصش کنه از احتلال و از غصب یهودی ها. اگر پیسه مصرف میکنی، پیسه تو حق داری که مصرف کنی. چرا؟ به خاطر از اینکه اجازه داده شده از طرف دین. شما مثلا مثال دک دفتر رئیس هستی، اونجا حساب داره برای تو، میگه این اینجا 2 میلیون در خدمت توست مصرف کن، لکن راه های مصرف برای تو تعیین میکنه، در یه چیز مصرف کن، در یه چیز مصرف کن، در یه چیز مصرف کن. دیگر روز تو میخیزی میگه والا در مصارف عیهت میگه 10 میلیون در چی مصرف کردی؟ میگه والا من 10 میلیون در چیز مصرف کردم، 10 میلیون مصرف کردم در میمانی کردم، فلانی جای سفر رفتم، فلانی جای خوشم آمد، اینجا رفتم. محاکمیت میکنه، محاکمیت میکنه. چرا؟ تخصیص نبوده و چیز، چرا مصرف کردی ناقی؟ ترکی گفته بود که این حال خدای عز و جل برای مسلمان ها تعیین کرده که فلانی جای سفر کرده میتونی. حتی در مساجد ببینین برادرای عزیز، من میخوایم برام در مسجد ولایت ننگرهار نماز جمعه را بخوانم. چرا؟ والا میریم در مسجد از او خوب یک مسجد کلان داره، نماز جمعه را بخوانم، چند یک 2-3 هزار پر مصرف میگم، کرای راه و کرای مصرف و فلانی، مجا نماز میخوام. پیغمبر هم حتی امیر منع کرده، گفت لا تشد در رحاله، پس آن می شما سفر نکنید مگر در 3 مسجد، بر 3 مسجد حق پول سفر شرعی داریم. اینجا باز من حدیث شریف برتان ذکر میکنم پسانتر. خب ایدگاه های نامشروع، ایدگاه های نامشروع چی است؟ ایدگاه های نامشروع ایدگاه هایی است که در اونجا مردم جمع میشن، مجلس میگیرن، محفل میگیرن، کارهایی که مسلمان ها در عید خود میکنن، لباس میدن. این نامشروع ها را علما میگن که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی گفته؟ گفته لا تجعلوا قبری عیداً. وقتی که پیغمبر خدا خودش گفته که قبر مرا چی نسازین؟ ایدگاه نسازین. بناهن ضرور نیست که ما بریم بگیم ما میریم در پیش قبر پیغمبر صلی الله علیه و سلم مجلس میگیریم، خاک قبر پیغمبر را میخوریم، طوق قبر پیغمبر را بالا میکنیم، در زیارتش گرد گردش طواف میکنیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن نکنین از برای خدا این کارا را، قبر مرا ایدگاه نسازین. پس وقتی که این حدیث شریف اگر ما قبول داریم که گپ پیغمبر خدا هست، آیا از قبر پیغمبر که دیگه قبر بالاتر است که ما به خاطر از او وقتی که ایدگاه نگیرین، وقتی که گفت ایدگاه نگیرین، بنا اند او قبر مجلس گرفتن، در قبر محفل گرفتن، در داخل قبرستان، در داخل زیارت مجلس گرفتن و محفل گرفتن، در خود قبر پیغمبر هم جایز نیست. وقتی که جایز نبود که او را ایدگاه بگیری، پس برای چیز ناجایز مصرف کردن جایز است؟ ما دین از کجا برادر یاد بگیریم؟ دین خدا من از رسول خدا صلی الله علیه و سلم یاد میگیرم، اگر نه من گمراه هستم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میفهمید که امتهای دیگه به اینمی خاطر گمراه شدن. بنان من امروز ایگه پاره برتان مثالایش میگم. خب خلاصه وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که قبر مرا ایدگاه نسازیم، کارهایی که دعید میکنن در قبر من نکنن، بناهن با از پیغمبر کرده دیگه کسی در اشخاص و انسانها بر ما بالاتر رتبه‌ش است؟ دیگه کلگی به کی ایمان آوردن؟ به پیغمبر ایمان آوردن. دیگه را شاگردای پیغمبر بدن، پیروهای پیغمبر بدن، پیش روی پیغمبر زانو میزدن، درس از پیغمبر میگرفتن. وقتی که خود پیغمبر اسلام بر من میگه که قبر مرا ایدگاه نساز، پس من هیچ کسی دیگه را از پیغمبر کده رتبهش بالاتر نمیدانم. بناهن من فکر میکنم و به این عقیده هستم که تمام صحابه کرام و آل بیت پیغمبر صلی الله علیه و سلم کسایی بودند که 100% گپ پیغمبر اول سر خود تطبیق میکردند و به تطبیق گپ پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونا مردم دعوت میکردند و هر کسی که مخالف با قبل پیغمبر باشه، اولین کسی که با اونا در روز قیامت مخالف خود بود کیست؟ اونم آل بیت پیغمبر و صحابه کرام است. اگر ما اونا را دوست داریم، پس باید مطابق خواسته از اونا عمل بکنیم، نه ضد خواسته های از اونا. خب
در اینجا مسئله پیدا میشه. بعضی برادرها و دوستای ما هست که وقتی گپ میزنیم گپ از گلون ما میگیرن. او برادر اگر دلیل داری سند داری بیا بفرمای، اینجا بشید دلایلت بگو، بان که مردم دلایلت بشنوه، حدیث بخوان، چند نفر علما را بخوای که اونو علمایی که حقیقتا از دین معلومات دارن و تخصص دارن بر تو حدیث تشریح کنن که اینی حدیث اینی معنا را داره. این حال بعضی کسا وقتی که مجبوری که اینی کار نکو فکر میکنن. ما چی را باید بفهمیم؟ اول رفتن به زیارت و قبرستان حکمش را باید بفهمیم. اول حکم رفتن به زیارت و قبرستان ما ترتیب هم متکردیم. دوم ایدگاه ساختن قبرستان و زیارت. این دیگه مسئله است، یکی رو باید با دیگه خلط نکنیم. هر گپه که میزنیم ایشه بفهمیم باز ایشه بفهمیم باز دیگه ایشه. اول بگویم که برادر عزیز سوال کنین. خب سوال، رفتن به زیارت و قبرستان چی حکم داره؟ جایز است یا ناجایز است؟ دوم، ایدگاه ساختن قبرستان و زیارت ها جایز است و یا ناجایز است؟ سوم، سفر کردن به زیارت ها و قبرها جایز است یا ناجایز است؟ چهارم، انجام دادن امور غیر شرعی در زیارت ها جایز است یا ناجایز است؟ نظر نمودن به قبرها جایز است یا ناجایز است؟ کسانی که سر ما اعتبار میکنن آیت و حدیث بر ما با سند با مستند اینجا برش میاد، بگوین که این حدیث در کجا گفتی، در کدام کتاب است، این آیت در کدام کتاب است، از پیش ما سند بگی برات سند میدی. بیشتر استاد گفت که دین ما دین سند است، بنان هر حدیث رو که میگیم باید کتابش رو بگوییم، هر آیت قرآن رو که میگیم باید اوش رو بگوییم. اگر یک آیت قرآن زیر یا زبرش غلط کردیم فورا اینجا حافظه قرآن است بر ما میگه. بیشتر ما گفتم که عبد ما پیغمبر هم برادر جوان گفت 16 ما، درست 16 ما، البته کدام کتاب خواند سند داره 16 ما. یعنی منظور ما این بود که بله پیغمبر هم چند ماه طرف قدس شریف قبلش بود تا اینکه حکم خداوند آمد که فولی و چک شطر المسجد الحرام. خب وقتی که گپ از زیارت بالا میکنیم یک دفعه یک نفر صاحب میخیزه و احساساتی میشه که درباره زیارت احادیث است، علما صحبت کردن، عقل خدا موتو درباره از در کار پرتیم بفهمیم مطابق از او عمل کنیم. یک حدیثی که اکثرا اولا شما اکثرا مردم میفهمن، خود کلمه زیارت در افغانستان غلط استعمال میشه. ما به زیارت رفتم، کلمه بیماناست. کسایی که عربی میفهمه تخصص عربی دارن، زار خالدون اباهو، زیارت نمود خالد پدر خوده، بناهن زیارت در زبان عربی به معنای دید و بازدید است. قاری صاحب تو زنده هستی من بیاییم به زیارتت، بناهن زیارت مربوط کی نیست، مربوط مرده ها نیست که ما در افغانستان زیارت هم مربوط چی ساختیم. یعنی اگه گفتم من به زیارت قاری صاحب میرم شما فکر کنید قاری صاحب او شده فوت کرد، حالا به زیارتش میری، میگم که زرتو قاری صاحب، من زیارت کردم قاری صاحب، بناهن زیارت بازدید کردم رفتم پیشش. ایناله قام الناس به زیارت متحف کابل، مردم رفتن و موزیم کابل زیارت کردن، زیارت زمانی زیارت مکانی در زنده باشه چیز باشه. ایناله وقتی که ما میگیم زیارت قبور یعنی رفتن به کجا؟ به قبرستان. اما خود او زیارتی که ما شما او را زیارت میگیم، عرب ها او را دریح میگن، دوات ری یا حی، دریح سیدی فلان و دریح سیدی محمد درید ای در کشورهای عربی هست. خب این حال در قسمت رفتن به زیارت ها در حدیث شریف آمده که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اول مردم چی میکرد؟ از زیارت یا رفتن به قبرستان منع میکرد. و حدیث شریف است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اول چرا مردم از پیغمبر از زیارت منع میکرد؟ اینجا حدیث شما یادداشت گرفته بودم. خب این حدیث شریف معنایشی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اول مردم از زیارت کردن منع کرده بود. چ
چرا منع کرده بود؟ گفت که من اول شما را از زیارت رفتن منع کردم، ولی آل شما برین زیارت کنین. چرا؟ علما درباره از این تحقیق کردن که پیغمبر سم گفتن که الا اینی، همین حدیث شریف آل منع یافتم، کنتو نهیتو کم عن زیارت القبور الا فزوروها. این حدیث بسیاری کسا سند میگیرن، میگه پیغمبر صلی الله علیه و آله گفته بود که من شما را منع کردم از زیارت کردن قبر، آل شما برین اینمی قبرها را زیارت کنین. در اول چرا پیغمبر صلی الله علیه و آله منع کرد و پس آن چرا اجازه داد؟ در اول به خاطر از این پیغمبر صلی الله علیه و آله منع کرد که مردم نو مسلمان شده بودن. در زمان جاهلیت بعضی از رواجهای بود که اینها میرفتن قبر پرستی میکردن، میرفتن مثلا اینجا احادیث ما داریم سعی کنیم. در یک حدیث شریف است که عن عایشه رضی الله عنها عن النبی صلی الله علیه و سلم قال في مرضه الذي مات فيه لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مسجدا. میگه بی بی عایشه سم میگه که پیغمبر صلی الله علیه و آله در مرضی که فوت کرد گفت لعنت خدا بر یهود و نصارا باد، او کسانی که قبرهای پیغمبرای خدا سجدگاه قرار دادن. در حدیث شریف دیگه است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم خودش میگه که اللهم لا تجعل قبری وثنا، خدایا قبر مرا سکن. حدیث اولی سیکو که برتون خواندم عن عایشه رضی الله عنها، از بی بی عایشه رضی الله عنها روایت است عن النبی صلی الله علیه و سلم که پیغمبر صلی الله علیه و آله گفت فی مرضه الذی مات فیه، در مرضی که پیغمبر صلی الله علیه و آله وفات کرد، لعن الله اليهود والنصارى، لعنت خدا بالای یهود و نصارا است. چرا؟ اتخذوا قبور انبیائهم مسجدا، قبرهای پیغمبرای خدا سجدگاه قرار دادن. خب قالت بی بی عایشه سم میگه ولولا ذالک لابرزو قبره، میگه اگر حدیث نمی بود شاید قبر پیغمبر را بسیار جورش میکردن. و اینی اخشا ان یتخذ مسجدا، میگه من میترسیدم که قبر پیغمبر سجدگاه شود. حدیث نمبر 1265 صحیح بخاری، یه حدیث صحیح هست که امام بخاری روایت کردن. بناهن پیغمبر صدام گفت که لعنت خدا سر از اونا شد که قبرهای پیغمبرهای خدا سجدگاه ساختن. این حال پیغمبر صدام در اول روزهایی که مردم متاثر بودن به فرهنگ یهودی ها و نصرانی ها، و در حدیث شریف دیگه ایست که برتان باز میخوانم که حتی حبشی ها قبرهای شخصیت های بزرگ خدا پرستش میکردن، سجده میکردن، چی میکردن. اینجا پیغمبر صلی الله علیه و آله بر مردم منشان کرد، گفت دیگه قبران نرین، نو مسلمان شده لکن عقیده قوی درجه یکی که کل اسلام بفهمه هنوز رواج نشده، نفهمیدن. از این خاطر پیغمبر صلی الله علیه و آله مکمل اصحاب خدا در آغاز اسلام منع کرد از رفتن به قبرستان. و ولی پسان وقتی که آهسته آهسته ایمان در قلوب مردم ترسیخ حاصل کرد، فهمیدن توحیده، فهمیدن که یک انسان موحد فقط از خدا بخواه، فهمیدن که حاجت روا و مشکل کشا فقط ذات الله جل جلاله است، فهمیدن که شفا به غیر از خداوند کس دیگه داده نمیتانه، فهمیدن که ایاک نعبدو و ایاک نستعین عبادت مخصوص خداست و استعانت مخصوص خداست، باید از کس دیگه مدد و کمک و استعانت نخواهیم، فهمیدن که خداوند برشان اینقدر نزدیک است که از شارک گردن من حبل الورید، ایره فهمیدن، فهمیدن ایره که اگر اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اگر بنده های ما در مورد ما سوال بکنم ما به بنده های خود بسیار نزدیک هستم. وقتی که تمام ای عقاید اینها فهمیدن، درست در کردن، اینجا باز پیغمبر صلی الله علیه و سلم برشان گفت که آله برین زیارت کنین قبرها را، به زیارت قبرستان برین. چرا بریم؟ گفت به خاطر ازی برین که اونجا قید مانده که شما عبرت بگیرین، شما عبرت بگیرین.
پس ما در قبرستان وقتی که میریم، هدف از رفتن در قبرستان چی هست؟ عبرت گرفتن است. انال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در آغاز رفتن به قبرستان بیخی زیارت کردن را منع کرد. چرا منع کرد؟ به خاطر از اینکه ایمان نوست، مردم نو به عقیده داخل شدن، متأثر اونجا رواج است حبشی ها، یهود، نصارا، مشرکین میرن سر این کارا را میکنن، کاملا من نشان کرد گفتش نرین. پس آن وقتی که ایمان در قلب صحابه کرام رسوخ حاصل کرد، اونا فهمیدن عقیده اسلامی را مکمل، گفت آله برین زیارت کنین. رفتن برای چی هست؟ چرا بریم؟ به خاطر از اینکه مرگ خدا به یاد بریم. خب پس هدف از رفتن به قبرستان چی هست؟ هدفش این است که ما اونجا میریم مرگ خدا به یاد میاریم. وقتی که مرگ خدا میاریم به یاد میاریم، آیا در شهر کابل قبرها کم است؟ در قلعه آبچکان قبر ترکی خان است. برو به زیارت ترکی، بیبی کسی که دعوا میگرد که من خلاق هستم، نمیگفت خالق هستم، میگفت خلاق هستم. یک رتبه خدا بالا داده بود از العیاذ بالله از خدام که در خدا رتبه زیاد داده بود. بیبی که او فرعون وقت اون است گوره عبرت بگی. بیبی که دشمنای خدا اون تو حالتش است. بیبی که فلانی نفر زیر کوتها خاک است. بیبی که فلانی یهودی زیر خاک گور است. بیبی فلانی زیر خاک بود. بیبی فلانی وزیر زیر خاک است. بیبی فلانی شخص خوب زیر خاک است. بگی که وقتی که فلانی و باید بگی که ای دل تو را ندای مرگ هم شنیدنیست، صبح اجل ز مطلع عمرت دمیدنیست، بر تخت ناز و بالش ابریشمین من است، زیرا که از این جهان تو به کلی بریدنیست. با چشم خیش، با گوش خیش میشنوی کان فلان نمان، در گوش خود میشنوی فلانی مرد، در گوش دیگران خبرت هم رسیدنیست. چون کل نفسن، ای عبرت از در قبرستان بروی، به خاطر اینی هدف اینی شعر را بخوان، شعر سعدی را. چون کل نفسن ذائقه الموت حکم شد، میدان یقین که شربت مرگت چشیدنیست. آه ای مرد و مرد و مرد، فلانی مرد، بچه کاکایم، بچه مامایم، پدر کلانم، فلانی خان صاحب، وکیل صاحب، فلانی کلش، آه کل از یا مرد، ما هم میمرم. آه چقدر خوب است به این نیت انسان سر قبرستان برم مرگ خدا به یاد بیاره. اگر به این هدف بری، آه اسلام میگه بله برو به قبرستان، سلام بتی بر اهل قبور، بر مسلمان هایی که در اونجا دفن هستند، برشان سلام بتی. بعد از او یاد کو مرگ خدا، بیبی عبرت بگی. چون حضرت رسول خدا در جهان نماند، کس را چه اعتماد بنابود بودنیست. سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را، روزی قفس شکسته و مرغش پریدنیست. ولی یک روز ما هم میمرم، ما هم امی حالتم نمی باشم. اگر امروز بسیار مقبول هستی و جوان هستی، چند سال بعد کپ و کپ میشی، باز اول آدم هستی. بخاطر چی آدم هستی؟ بخاطر ازی آدم هستی که اول الف وارستی، باز در 60 سالگی دال وار کپ میشی، در 80 سالگی باز میم وار میت میشی. از این خاطر الف دال میم، کل ما و شما این سه مرحله را تیر میکنیم. اول قدت الف وارست، باز قدت کپ میشه دال واره، باز میم واره دراز میفتی. رفتن اگر در زیارت این مقصد باشه خوب است. پس اگر من مسلمان هستم مرگ خدا به یاد میرم، 20,000 روپیه دارم و میفهمم که میمرم، امی عبرت من در اینجا گرفتم ایتانم نیست. من با دین سر و کار ندارم. اگر کس بگوید نه 2000 سرش تومت میکنم، در موتر صاحب سوار میشم، از اینجا خودش امرای خانمش امرای اولاداش از کابل حرکت میکنه تا مزار شریف. وقتی که اونجا رسید در بلخ، باز اونجا صاحب دمیر در راک است، کست احمد ظاهر است و خاندار است، اونجا که رفت باز پس که میگه خب صاحب آمدین بخیر، شما لطفا یگان تا را ببینین مردم های کابل. خب چی کردین؟ والا صاحب از اینجا که رفتیم یک 30 تا کست برده بودیم که این کست بشنو کو، کست بشنو کو، ربش تا اوس نیور بشنو که سالنگ تا شدیم که اینجا رسل کردیم، اونجا سل کردیم، صاحب دخترای صاحب کولای سل میکنه از همینجا کل عظیم مردما. باز باز بالاخره اونجا کردیم. خب اونجا کردیم چی کردی؟ رفتی دیگه اونجا نه صاحب، اول که رفتیم شب اول رقص تاجیکیا بود، رفتیم در کانفرنس در رقص تاجیکیا، باز به سباش رفتیم بعد رقاصه های فلانی افغانی های، باز مثلا فلانی تلویزیون بسیار مردم خوب هستن، به مردم افغانستان خدمت میکنن، یک دولچی را عین از امریکا خواسته و هم صاحب اومده بود مزار شریف دول میزد، ما رفتیم در مجلس دولچیگری. خب کل این کارا رو به خاطر چی کردی؟ به خاطر کردیم که من رفتم پیش قبر حضرت علی، که حضرت علی کسی بود که زهرا بر مردم نصیحت میکرد که مرا در شهر دفن کنین و مردم که جسد مرا نامحرم نبینه.
جسد مرا نامحرم نبینه. ما ولی پیرو حضرت علی هستم. من بی غیرت پیرو حضرت علی با غیرت هستم. از برای خدا. برادرای عزیز، ایناله ما و شما در این چیزهای مکانی، در حدیث شریف دیگه در قسمت ایدگاه ساختن قبرستان و زیارت روایت کرده امام احمد و اصحاب سنن از حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما میگه پیغمبر سم گفت لعن زائرات القبوری، پیغمبر سم لعنت کرد زنهایی که به زیارت قبرها میرن و لعنت کرد کسانی که متخذین علیه المساجد، کسایی که سر قبر مسجد جور میکنن، ایره هم پیغمبر لعنت کرده و پیغمبر لعنت کرده کسایی که قبر چراغان جور میکنن، چراغای لکس لکس از خارج میخواید و در قبرستان یارا چیز میکنن. این حال پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کاری که پیغمبر لعنت کرده، ایره علما میگن که گناه کبیره هست. پیغمبر صلی الله علیه و سلم لعنت وقتی که میکرد، یکی از قاعده ای است که گناه کبیره چی است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در کار لعنت کرده باشه. بنا ان زنهایی که به زیارت ها و قبر ها میره، در این حدیث شریف کسانی که بالای قبر مسجد میسازه در قبرستان میره رکوع میکنه، در قبرستان میره سجده میکنه، لعنت خدا سر است. این حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که روایت کرده. یه حدیث گفتم که امام احمد، نمبرش نیست بشه من تا اینجا تو چیز گفته که امام احمد و از حضرت عبدالله ابن عباس روایت کرده. از دیدگاه شرعی حتی قبر سمت کردن و بالای از او چیز ساختن ناروا هست. چرا؟ امام مسلم روایت کرده در صحیح خود عن جابر رضی الله عنه، حضرت جابر صاحب چی میگه که نهی عن تجسیس القبور. جس در زبان عربی اینمی چیزایی که مثل سمت اینگه پا هستن. از این پیغمبر سمگه و ان یبنا علیه، خواب سنگ باشه، خواب کاشی باشه، خواب فلانی باشه، این قبرها شما برین در قبرهای صحابه کرام سیل کنین در جنت البقی، قبرها کلشان هم عادی دونه موجه هست. یعنی اگر این کار مشروعیت می داشت، باید صحابه، تابعین، تبع تابعین، کسایی که باز نامدن، میلیون ها پیسه بود قبر هر کدام از رو باید قلوکس جور می کردن. همچنان در ابو داود روایت کرده در سنن خود، در کتاب سنن ابو داود، عن جابر رضی الله عنه انه علیه سلام نهى عن تجسیس القبور، روایت میکنه که پیغمبر هم منع کرد از اینمی سمت کردن چیزای قبرها و ان یکتب علیها، که بالای قبرها کسی چیز نوشته کنه. بیاری که اساس آیت الکرسی را در سر قبر نوشته میکنه، حیوانات عادت دارن که پای خود بلند میکنن، باول میکنن، میرن دونموجه باول میکنن، کفر است، نارواست. آیت قرآن بی ادبی از او در سر قبر آیت قرآن را نوشته میکنه، قل والله احد نشته میکنه، آیت الکرسی رو نشته میکنه. نشته کردن ولو که گپ عادی هم باشه بالای قبرها، این را گفته که نارواست، ان یکتب علیه. اینجا احادیث بسیار زیاد است، وقت کم است. دیگه حدیث شریف است، روى مسلم في صحيحه عن ابي مرثد الغنوي، امام مسلم در صحیح خود از ابي مرثد غنوي روایت میکنه که انه عليه السلام قال لا تجلسوا على القبور، اول شما باید سر قبرها نشینین. بسیاری کساس سر قبر را میره، سر قبر میشینه، پیغمبر هم گفته سر قبرها نشینین، ولا تصلوا اليها، و روی به طرف قبر نماز نخوانین. وقال ابو سعید الخدری رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابو سعید الخدری چی میگه؟ میگه رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفت که الارض كلها مسجد، زمین کلش سجدگاه هست برای یک مسلمان، الا المقبره والحمام، بغیر از قبرستان و بدرفت ها. بنا اند جایی که بدرفت است، در سر بدرفت نماز خواندن نارواست و همچنان در بدرفت نماز خواندن نارواست به خاطر از اینکه جای کثافت است و قبرستان، در داخل قبرستان و در داخل زیارت نماز خواندن نارواست. رواه الامام احمد و اهل سنن.
در زمان حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم قبر پرستی وجود داشت. بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها چی میگه؟ بی بی عایشه رضی الله تعالی عنها میگه که ام حبیبه و ام سلمه در مورد یک کلیسایی که در حبشه دیده بودن، در مورد از کلیسا و تصاویری که در کلیسا بود و پیغمبر صلی الله علیه و سلم قصه کردند. حضرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که آنان کسانی هستند که هرگاه کدام شخص نیک و صالح در بینشان وفات نمایند، بالای قبرش سجدگاهی میسازند و در آن تصاویری را رسامی میکنند. این مردم بدترین مخلوقات الله جل جلاله در روز قیامت میباشند. این حبشی هایی که قبرهای صالحین میگرفتن جور میکردن و او را سجدگاه جور میکردن و در اونجا تصویرهایش بند میکردن. خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگفت؟ ببینین پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ عن ابی هریره عن النبی صلی الله علیه و سلم، که پیغمبر صلی الله علیه و سلم چی میگه؟ اللهم لا تجعل قبری وثنا، خدایا قبر مرا بت نسازی، خدایا قبر مرا بت نسازی. لعن الله قوما اتخذوا قبور انبیائهم مساجدا. خب حدیث 7352 مسند احمد ابن حنبل، اینال پیغمبر صلی الله علیه و سلم دعا میگه که پروردگارا قبر مرا بت نسازی. پیش بت مردم چی میکنن؟ پیش بت مردم سجده میکنن، پیش بت میرن براش دعا میکنن، دست دعا در مقابل بت قرار میتن، پیش بت میرن رکوع میکنن، پیش بت میرن سجده میکنن، میرن از پیش بت میخواین که بر ما بچه بتی، دختر بتی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم که خدای قبر مرا این بت نسازی که مردم به در مقابل قبر ما عیسی شون رکوع کنن، سجده کنن، به از پیش از قبر ما چیز بخواین. و گفت که لعنت خدا سر یهود و نصارایی که این کارا میکردن و قبرهای پیغمبرای خدا مساجد جور کرده بودن. و خداوند متعال جل جلاله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم قل، ای پیغمبر خدا بگو که انما انا بشر مثلكم، من مثل شما واره بشر هستم، یوحا الی به طرف من وحی میشه، انما الهکم اله واحد، خدایتان یک خداست، فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربه احدا. اگر کس میخواه که لقای ملاقات پروردگار خدا دوست داره، اعمال صالحه بکنه و در عبادت خداوند کس را شریک نسازن. سوره کهف آیه 110. آله در قسمت مساجد گفتیم که پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته که لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، حتی در مسجدها قید گذاشته شده، در مسجدها قید گذاشته شده. چی قید گذاشته شده؟ قیدش ای است که شما اگر به مسجدها سفر میکنین، پیسه مصرف میکنین، فقط در سه مسجد میتونین سفر بکنین. کدام مسجد است؟ المسجد الحرام و المسجد الاقصى و مسجد النبی صلی الله علیه و سلم. سه مسجد است. مسجد حرام که بیت الله شریف است، اگر پیسه مصرف کنی به بیت الله شریف بری، این مصرف کردن تو اجازه هست. مسجد اقصا که قدس شریف است و مسجد النبی صلی الله علیه و سلم است. این سه مسجد اجازه است. بعد دیگه مسجدها حتی سفر کردن به مسجدها اجازه نیست. وقتی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم اونجا گفت سعی کنین که قبر مرا ایدگاه نسازین، بناهن چرا در فلانی قبر ما میریم؟ به خاطر که اونجا میله هست، محفل است. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه قبر مرا محفلگاه نسازین، ایدگاه نسازین، ما میریم پیش فلانی. وقتی که اونجا پیغمبر منع کردن، معنیش است که مصرف کردن پول هم در اینجا رفتن ناروا هست، ناجایز است. به مسجد فقط به میسه مسجد اجازه داده شده، بعد دیگه مسجدها اجازه نیست که انسان اونجا بره پیسه مصرف کنه و در اون مسجد ما برم نماز بخونم، در حال که مسجد یک جای پاک است، مقدس است. ولی قید گذاشته به خاطر از اینکه یک مسلمان از مصرف بی جای، از اسراف و از دیگه پشت کنه. خب حال که آمدیم میگه یک کس آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یک کس میگه چرا در جاهایی که گپ سر نوروز میه، این همی نوروزه که تجلیل میکنن، سر از این گپ بزنیم یک کمکه. پیش از این
سعی کنین پیش از اینکه این گپ بزنیم، میگه جا الرجل الی النبی صلی الله علیه و سلم، یک شخص آمد پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم، یساله بانه نظر ان ینحر ابلا ببوانه، گفت ما والا نظر کردیم که در منطقه بوانه نام کدام جای هست، ما در اینجا یک دانه شتر اونم جا نظر کردیم، ما در فلانی جای میرم همونجا یک شتر ذبح میکنم، نظر کردیم اسم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل كان فيها وثن من الاوثان الجاهليه يعبد، آیا گفت در اینجا کدام بت در این منطقه بوانه از بت های جاهلیت بود؟ حسابت اونجا بود بوده باشه، پیش مردم یک قدسیت داشته، به خاطر از اون بت عالی، اگر شتر اونجا ببره مردم فکر کنه که این اوله دمو جایش ای قالوا لا، گفتن نه پیغمبر خونجه بت مت نبود. قال هل كان فيها عيد من اعيادهم، آیا در منطقه بوانه کدام عید از اونها دمیج تجلیل میشه در این منطقه خاص، یعنی مکان باشه؟ قال لا، گفتن نه پیغمبر خدا. گفت پیغمبر هم گفت خلاص برو خیلی نظرت گفتی که من با یک دانه شتر به خاطر رضایت خداوند، به خاطر رضایت خداوند این شتر را ذبح همه کنم، لکن دو هم قید گذاشت پیغمبر خدا که اتو جایی نباشه که او جای مقدس پیش بت پرستا باشه، ایدگاهی نباشه قبلا پیش بت پرستا ایدگاه باشه. این حدیث شریف برای ما چی را میرسونم؟ که هر جایی که در اونجا او جای مقدس پیش غیر مسلمان ها، پیش بت پرست ها بوده، پیش مجوسی ها بوده، اینال او بر ما و شما اجازه نیست که در اونجا ما چی کنیم؟ محافل خدا بگیریم. اینال میگیم سر نوروز، نوروز در تاریخ چی هست که ما او رو تجلیل میکنیم؟ اول کلمه نوروز ایره علما میگن که این روز عید بود به نزد مجوسی ها بت پرستا. چرا این روز میگه روز عید گرفته بودن؟ علتش چی بود؟ ما گفتیم که به دینشان تعلق داشت. این چی تعلق داشت؟ میگه یک پادشاه بود به نام توهمر، توی هید چشمه واو میم رته، ماشم که توهمر خوانده میشه، چی خوانده میشه؟ خب مقصد توی هید چشمه واو میم رته، این پادشاه بود که بعد از او یک پادشاه دیگه آمد که جمشید نام داشت. بنابراین وقتی که جمشید آمد، او نفر میگن به حساب عقیده از اونا یک آدم گمراه بود او پادشاه سابقه. این آدم به حساب مجوسیت و آتش پرستی خوب آتش پرست قوی بود، جمشید خوب آتش پرست لوکس بود، از این خاطر گفتن که این صاحب روز نو بر ما آمد، یعنی روز نو زندگی نو، این نوروز نامیدن. بنا ان نخستین کسی که نوروز را تاسیس نمود جمشید پادشاه می باشد.